افزایش عملات طالبان بالای ولسوالی های هرات نگرانی جدی نمایندگان مردم و باشندگان این ولایت را در پی داشته است. اعضای شورای ولایتی وضعیت امنیتی ولسوالی های هرات را نگران کننده می خوانند و تاکید می کنند که دولت باید برای مهار این وضعیت اقدامات جدی روی دست بگیرد. از سوی هم آگاهان سیاسی در هرات می گویند که افزایش عملات تهاجمی طالبان بالای ولسوالی های این ولایت امتیاز طلبی آنها را در پروسه صلح نشان می‌دهد و این حملات تأثیرات منفی بر جریان گفتگوهای بین الافغانی گذاشته است. این در حالی است که در چند روز گذشته حملات تهاجمی طالبان بالای ولسوالی های هرات افزایش یافته است و گفته می شود که بخش‌هایی از ولسوالی اوبی نیز به تصرف طالبان در آمده است. با اینکه در این اواخر تلاش های دولت و کشورهای منطقه برای تسهیل پروسه صلح بیشتر شده است، حملات تهاجمی طالبان در گوشه و کنار کشور روز به روز در حال افزایش است. گسترش حملات طالبان بالای ولسوالی های هرات نیز نگرانی های جدی نمایندگان مردم و باشندگان هرات را به دنبال داشته است. نمایندگان مردم در شورای ولایتی تاکید می کنند اگر دولت اقدامات جدی را روی دست نگیرد، دامنه ناامنی ها به مرکز شهر نیز کشانده خواهد شد. خواهی نخواهی دامنه ناامنی ها به هرات کشانده شده و میشه. همالی هم هرات هم اطراف هرات وضعیت خوبی نداره. این می ولسوالی پشت زرقون که دروازه هراته، ولسوالی که هم با کروخ ارتباط داره، هم با پشت زرقون با گذره ها، هم به انجیل. اینمی ولسوالی که اینمی کم توجهی که صورت گرفته در قسمت امنیت اینمی ولسوالی، اینمی باعث ناامنی ولسوالی هرات شده. از او تقاضامندیم که در رابطه به ناامنی ها، اختطاف ها، ترور ها و سقوط ولسوالی ها اولویت کاریش باشه. در روزهای اخیر نبرد میان دولت و گروه طالبان در ولسوالی های هرات از جمله اوبه و زندجان به شدت جریان دارد و گفته می شود بخش از ولسوالی اوبه نیز به تصرف طالبان در آمده است. با این حال آگاهان سیاسی در هرات تاکید می کنند که کاهش ناامنی ها بستگی به میزان موثریت گفتگوهای بین الافغانی در میز مذاکرات دارد. به جای از اینکه ما بعضی از چیزها را از طریق میله تفنگ بیاییم بخواهیم مطالبه کنیم، چه خوبه که از طریق مذاکره و مفاهمه بیاییم بخواهیم. چیزی که دین هم امیر میگه، انسانیت هم امیر میگه، هم علم میگه و هم دین میگه، ما بیاییم از او استفاده بکنیم، پشت میز مذاکره بچینیم، خواسته های خود که بگونیم مشروع و معقول هست مطرح بکنیم. ما باور دارم که گوش شنوایی وجود داره که به اونا جامعه عمل بکشانه. این در حال است که محمد عنیف اطمر وزیر خارجه کشور در سفرش به ولایت هرات تاکید نمود که گفتگوهای بین الافغانی بهترین فرصت برای طالبان است تا مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل نمایند. آقای اطمر از طالبان می‌خواهد که جنگ را کنار بگذارند و به میز مذاکره برگردند. که یک بار دیگه باید بالای طالبان صدا بکنیم که در حال حاضر فرصت تاریخی را بر آتش بس و بر صلح و برای ساختن آینده افغانستان از راه گفتگو نباید از دست بدن. طالبان نباید کشور محروم از صلح و امنیت بسازند. وضعیت پیش آمده قابل کنترل است. مطمئن هستیم در نتیجه کار مشترک وضعیت بهتر خواهد شد. با اینکه ولایت هرات از ولایت‌های نسبتاً امن در کشور محسوب می‌شود، در این اواخر اما ناامنی ها در ولسوالی های آن بیشتر شده است. با این همه مردم امیدوارند با معرفی والی جدید مشکلات امنیتی در این ولایت کاهش پیدا کند.